با بهترین درودها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان دوشنبه ای دیگر با برنامه دیگری از دفتر شامگاهی صفحه یک برنامه های خبری تحلیلی امشب دوشنبه هجده مرداد ایرانی را می گشه. نخست ما یرم که به طور بسیار گذرا نگاهی کوتاه روزنامه ها و مطالب مهم روزهای شنبه و یک شنبه نیز داشته باشم چرا که در طول این دو روز نیز یعنی در واقع شنبه و یک شنبه که برنامه ما تعطیل بود خبرها و وقایع بسیار مهمی به وقوع پیوست که جا دارد یک اشاره یک دقیقی حداقل به این مطالب هم بشه هرچند در بخش تحلیل ها و تفسیرها در روزنامه های امروز همان موضوعات انعکاس گسترده داشت در هر روی داستان سه شهرام در ایران صدر نشین بسیاری از رسانه ها شده بود نخست شهرام احمدی هم میهن سنی مذهب کرد که اعدامش واکنش هایی برانگیخته بود سپس شهرام امیری قهرمان هسته ای که شبانه و بی صدا کشتند و از شرم و حراس لای جنازه شهرام احمدی به کرمانشاه فرستادند و خلاصه شهرام دیگر همونا بازداشت دوباره شهرام جزایر است و اما در روزنامه های امروز و مطبوعات اصلی تهران چه میگذرد چه گذشت و چه منتشر شد کماکان واکنش های شوکالود و حیرت آور نسبت به اعدام شهرام امیری با اظهار موضع سخنگوی قوه قضایی نسبت به این دانشمند اتمی وارد فاز تازه ای از تحلیل ها شد دیدار سمیمانه و دیپلماتیک سه مقام کشور آذربایجان، ایران و روسیه در آذربایجان که در حوزه های سخنی داشتند همینطور در حوزه کشورهای منطقه دو کشور سوریه و ترکیه بیشتر به چشم می‌خوردند یکی آنکه شکست محاصره دولتی حلب از سوی شورشیان و همینطور در ترکیه تجمعی عظیم ملت ترک در استانبول در دفاع از دولت و دموکراسی مجموعه مطالب منتخب امشب هستند که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینک و در بخش نخست میپردازم و نگاهی خواهم داشت به عناوین اصلی برخی از ها حول موضوعاتی رو که اشاره کردم در آغاز مطالب همان گونه که در صدر مطالب میزه شرع نمودم روایت و در واقع روایت اسارت و سپس حکایت مرگ شهرام امیری موجی از شوک و حیرت و تعجب رو برانگیخت که چگونه یک نظام تنها طی چند سال قهرمان اتمیش را شبانه به جوخه مرگ سپرد و اعدام کرد در این میان روزنامه کائنات تیتر اصلی را به اعدام شهرام امیری اختصاص داد این روزنامه صحنه از سان ساندیدن رؤسای جمهور آذربایجان و ایران را نیز به تصویر میکشاند که زیر خبر اعدام دانشمند هسته‌ای قدم میزنند در سوی دیگر روزنامه ابتکار در صفحه یک بخشی از اظهارات ایجی در پاسخ و واکنش به چرایی اعدام ناگهانی شهرام امیری رو منتشر کرده بود که چگونه شد که متهمی که حکم ده سال حبس داشت به ناگاه به جوخه اعدام سپرده شد که گویا آقای اجهی گفت که حکم شهرام امیری از اول هم اعدام بود ادامه میده هم با سایر مطالب منتخب در برنامه امشب دیدار دو رؤسای جمهور ایران و آذربایجان با گسترده در روزنامه ها داشت امضای شش سند و یادداشت تفاهم همکاری میان تهران و باکو و گسترش همکاری های دو جانبه و منطقه ایران و جمهوری آذربایجان و همینطور بدون ویزا شدن سفر ایرانیان از مهمترین مطالب در عرصه دیپلماسی منطقی بین این دو کشور بود که اشاره میکنم لازم به توضیح است که اصل این نشست و کنفرانس یک نشست سه جانبه میانه ایران روسیه و آذربایجان بود در این راستا روزنامه ایران ارگان دولت در ستون اول دفتر شماره امروز به قلم حسن بهشتپور پور که از وی به عنوان کارشناس امور بین المللیات شد در یادداشتی به عنوان راهبرد توسعه همکاری های شمال جنوب در نشست باکو نشست سه جانبه سران ایران روسیه و جمهوری آذربایجان را که به میزبانی باکو برگزار شد پر اهمیت دانست و نوشته بود که پروژه کریدور شمال جنوب یکی از مهمترین محورهای مورد بحث در این نشست است خطوط ارتباطی که در نهایت با همکاری ایران روسیه و آذربایجان می تواند مسکو و باکو را به اقیانوس هند و خلیج فارس نیز متصل کند این همکاری سه جانبه اگر بعدا به ورود ارمنستان و گرجستان چه در سطح روابط دو جنبه با ایران و چه به صورت دست جمعی بیانجامد به شکل گیری همکاری های جدید در منطقه نیز کمک می کند در حالی که قبلا این موضوع امکان پذیر نبود لب لباب این نوشتار بگونه بود که بوی استقلال از کشور ترکیه برای ورود به دروازه اروپا به مشامه خواننده می رسید و نویسنده در پایان با ذکر نام کشور همسایه ترکیه این گونه نتیجه گرفت که قفقاز جنوبی برای ایران حوزه مهمی محسوب می شود زیرا دسترسی ایران به اروپا را فراهم می کند یعنی در حالی که ایران برای حمل و نقل ریلی و زمینی تنها به ترکیه اتکا دارد در صورت توافق با جمهوری آذربایجان راه های ارتباطیش به اروپا، روسیه و شرق اروپا برقرار می شود که از منظر ژئوپلیتیک و ژئو اکانومیک از امتیازات زیادی برخوردار می شود تا های دیگر با مجموعه تحلیل ها و تفسیرهای های دیگر در برنامه صفحه یک به صفحه تلویزیون شما باز خواهم گشت با ما باشید و بنشینید با درودی دوباره محضر یک که شما بینندگان عزیز ایران فردا که برنامه صفحه یک رو برای تماشا در این لحظه زمان انتخاب کرده اید با سایر مطالب منتخب و روزنامه ها برنامه رو پی میگیرن روزنامه شرق روزنامه خبری تحلیلی تر از سایر روزنامه های موجود در ایران هست امروز با تنوع مطلب بیشتری منتشر شد عنوان اصلی گزارش امروز شرق به جدال یک مذاکره میان حسین شریعت مداری و صادق خرازی اختصاص داشت که در جاهای بسیار تون به هم توپیده بودن. شرق با ترسیم کاریکاتورگونی از این دو شخصیت جبهه اصولگرایی و اصلاح طلبی و راهیابی و بازنشت گسترده ویدئوی این مناظرات در صحنه رسانه های سایبری با عنوان مناظره کامنت ها از آن یاد کرده بود چرا که ساکنان شهر شبکه ها در تمام طول 24 ساعت گذشته بسیار نسبت به این مناظره داغ واکنش نشان دادن بر اساس گزارش شهر مناظره شنبه شب صادق خرازی دبیر کل حزب ندای ایرانیان و حسین شریعتمداری مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان درباره برجام و فشهای حقوقی باستاب و حواشی مختلفی در فضای مجازی و سایت ها به دنبال داشت خرازی که به جریانات اصلاح طلب منتسب است از جمله در خطاب به حسین شریعت مداری گفت روحانی هیچ قط قرمزی جز قانون نمیشناسد هم جهانگیری و هم روحانی احتمام جدی دارند که با موضوع فیش های حقوقی برخورد کنند و حتی با نزدیکان خود هم برخورد کردند خرازی در ادامه این گفتگو مناظره جدالامیز پرسید از آقای حسین شریف که چرا در دولت قبل در موضوع اختلاس هزار میلیاردی این اتفاق رخ نداد در دولت قبل هم خبرنگار بود و هم دغدغه وجود داشت اما احساس امنیت نمی کردن. خرازی جایی با لحن تند از حسین شریعت مداری میپرسد پرسد 700-800 میلیارد تومان از پولهای مردم که به قارت رفت کجا رفت؟ مردم در این خصوص سوال دارند جای دیگر صادق خرازی سریحا می گوید که حسین شریعت مداری مرا یاده حزب تهوده میاندازد ببینید آقای من بلا تشبیه بلا تشبیه آقای مجدول خودش رو که آقای شریعتمداری میکنه من یاد توده ایا میافتم یعنی بلا تشبیه البته و حسین شریعتمداری حاضر جواب نیز با لحنی تندتر میگوید مهم نیست شما هم ما را یاد بنی قریش میاندازی به خدمت چه جدال <تصفح> کلامی کم نظیر در میان دو طیف اصلی صاحبان قدرت ایران که البته گروه های منتصب به اصلاحی تا حدودی تحت فشار هستند که آقای خرازیم اشاره کرد که دوستان ما در زندان بودن ادامه میده هم با دیگر مطالب منتخب و اما پدیده شهرام عنوان یکی از گزارش های اصلی شهر بود که به زندگی و زندان مجدد شهرام جزایری پرداخته بود امیدوارم که بینندگان عزیز با شنیدن مکرر نام شهرام ها این روزها دچار ابهام نشوند چرا که در طول چند روز اخیر سه شهرام در رسانه ها باستاب گسترده داشت اسامیشان اعدام شهرام احمدی هم میهن کرد را شاهد بودیم که انتشار ویدئویش بسیاری را متاثر و متعلم کرد که ناگهان اعلام و انتشار اعدام شهرام امیری داستان شهرام را دوگانه نمود و صبح پس از اعدام شهرام امیری خبر آمد که شهرام جزایری نیز آن متهم اقتصادی دیراشنا مجددا به حبس بازگردانده شد در هر روی داستان سه شهرام شکننده تر از پیشتر شد ورق میزنم و ادامه میدهم با روزنامه دیگر و مطالبی دیگر مردی که قهرمان نبود عنوان گزارش تحلیلی روزنامه شهروند بود که آقای فرشید قزنفرپور در صفحه یک این روزنامه منتشر کرد شهروند با اشاره به این سخن شهرام امیری که گویا گفته بود من پژوهشگر ساده ای هستم که در یک دانشگاه کار میکنم و کار محرمانه انجام نمیدهم در واقع میکوشید به اصل دست داشتن ایشان به اطلاعات محرمانه به نوعی تشکیک ایجاد کنند یا اظهارات بچه های رو زیر سوال ببرد نویسنده شهروند در ادامه معتقد بود که در روزهایی که از امیری به عنوان یک قهرمان ملی یاد میشد که توانسته بود با ترفند های خاصی مأموران سیا را قال بگذارد و خود را به دفتر حافظ منافع ایران در آمریکا برساند از میان شخصیت های رسمی به جز حسن قشقاوی که از طرف وزارت امور خارجه به استقبال امیری رفته بود تنها منوچر متکی بود که با اشاراتی به رسانه ها فهماند ماجرای امیری با روایت جیمز باند گونش در رسانه های ایرانی متفاوت است روزنامه شهروند اشاره کرد که برخی از نشریات جناه راست نیز کوشیدن تا ربایش امیری را برای امنیت ملی کشور بی خطر قلم داد کنند چنان که در آن هنگام سایت سرات نیوز اشاره کرده بود نکته این است که واقعا شهرام امیری چقدر میدانست در ایران که خروج افراد ردگی چندمی که دارای کمترین اطلاعات هستند ممنوع هست چگونه به کسی که منبع بزرگ اطلاعاتی آن هم مربوط به مهمترین بحث ایران یعنی انرژی از هستی به شمار می رود اجازه خروج آن هم به کشوری که حد اکثر همکاری را با دشمن ایران یعنی آمریکا دارد داده می شود که به نحوی از آنها به فرایند امنیتی خود جمهوری اسلامی ایران شک می کرد و ایجاد ابهام می کرد این روزنامه نگار ورق می زنم و ادامه می هم با دیگر مطالب منتخب جدال های جناهی به طور فضاینده هر روز در تمامی لایه های سیاست و قدرت ایران پیش می و در واقع در حالی که کیهان شریعت مداری مدام بر تبل دولت کشی می کشد در سوی دیگر عرصه فشار و مشقت بر طبقه هنرمندان ایرانی از سوی محتسبان قضایی بیشتر از پیش شد مسئولین و فعالان سیاسی صاحب نامی نیز در جبهه دیگر ابراز نگرانی می کنند. از جمله آن احمد پورنجاتی در یادداشتی با عنوان عجایب خلقتی بینم در این دشت خطاب به ملت ایران میپرسید این چه رقابت سیاسی است ناس که اشاره داشت به میزان خصومت و خشونت اعمال شده از سوی رقبای تندروی نزدیک به رهبری ایران علیه مردان سیاست دولتی احمد پورنجاتی در این مقاله با اشاره به تشدید خصومت سیاسی و تحرکات علیه دولت نوشته بود که آخرین چه وضعیت شلم شوربای بیغوار و است که از چهار سوی این خانه مشترک نامش ایران است و ملک هیچ شخص یا جریان یا سنف و باند و فرقه و قوم و قبیله خاصی نیست که جرأت کند سخن از ملک خود بگوید هر روز به بحانه ای گرد و خاک برمیخیزد و داد و فریاد بلند می شود که آهای مردم چه نشسته اید که این جماعتی که به عنوان دولت انتخاب کرده اید نه دوست که دشمنان در نقاب دوست مملکت را چوب حراد زدند و دو دستی پیشکش بیگانه کردند و بردند و خوردند این عضو جبهه مشارکت اسلامی و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ششم در واقع در این مقاله تاکید میکرد خوشا به احوال کسانی که اگر حال و مجال شنیدن و خواندن برخی سخنان و نوشته های آتشین را ندارند که مدتی است ترمز بریده تر از پیش به ای درباره رئیس جمهور و دولت منتخب و قانونی کشور حرف میزنند که اگر کسی از کنار پنجره این خانه عبور کند یا پا به فرار میگذارد از ترس یا دست به گوشی تلفن می شود برای خبر کردن پلیس یا آتش نشانی یا اورژانس یعنی خودزنی تا به این حد آقای پرنجاتی از سیاسیان و رسانهداران تند دستراستی می‌پرسید یعنی برای له کردن رقیب هر کاری مجاز است ستون نویس روزنامه اعتماد در پایان باز با لحنی سوالی میپرسید که آیا به سود کشور و آبروی ملت ایران است که اساره سخنها درباره مدیریت کشور این باشد که ای دشمنان ایران شما برده اید و ما باخته ایم به طور کلی این چه جور رقابت سیاسی است که نه در دنیای قدیم و نه در جهان مدرن نمونه اش را کمتر می یافت البته ایشان اشاره نکرد که اصل نظام جمهوری اسلامی رو نمونه اش رو در جهان نمی یافت که کلیت دچار بحران است ادامه میده هم با دیگر مطالب برگزیده در همین روزنامه اعتماد آقای اکرمی ستون سرمقاله رو در واقع خطاب به محمود احمدی نژاد نوشته بود نویسنده با اشاره به برنامه تبلیغاتی احمدی نژاد به شهرستان باف در استان یزد که گویا گفته بود همه امور متعلق به مردم و برای مردم و در خدمت مردم تعریف می شود و یا حق تصمیم گیری ریز و درشت متعلق به مردم است با لحنی سوالی از آقای احمدی نژاد میپرسید که وقتی این جملات را میخواندم با خود میگفتم آیا مردم خوب و فهیم باف یا هر کسی که این مطالب را خواند پیش خود نپرسید است که آقای احمدی نژاد شما وقتی در دوره اول ریاست جمهوریتان سازمان برنامه را منحل کردید از مردم نظر خواستید وقتی مسببات شورای امنیت را کاغذ پاره خواندید و باعث مشکلات زیادی مانند تحریم ایران از طرف کشورهای بزرگ دنیا شدید از مردم نظر خواستید آقای اکرمی سرمقاله نویس روزنامه اعتماد در ادامه اشاره کرد که آیا وقتی پولهای مردم ایران رو به بانکهای آمریکایی سپردید یا به ونزوئلا و آرژانتین بردید از مردم سوال کردید این فعال فرهنگی در ادامه میپرسید آیا وقتی با هواپیما و به بهانه سخنرانی در سازمان ملل خانواده و دوستانتان را یک هفته به آمریکا بردید و هزینه های بسیار کردید از مردم سوال کردید آیا وقتی به وزرایتان صدها سکه بخشیدید مردم ایران را در جریان گذاشتید آقای احمدی نژاد تصور میکنید حافظه مردم آنقدر ضعیف است که همه آنچه را شما انجام داده اید فراموش کرده اند این نویسنده در پایان نوشته بود که در این چند سال مردم دیدند که شما برای مردم در عمل ارزشی قائل نبودید و بسیاری از گرفتاری های دولت آقای روحانی نیز ناشی از عمل کرده نسنجیده شما بود برغ میزنم با موضوعات دیگر در واپسین لحظات باقی مانده برنامه امشب در ایران در طول دو روز گذشته روز خبرنگار بود که در این میان مطالب و تحلیل ها و تفسیرها ها منتشر شد روزنامه ابتکار در ستون سرمقاله شماره امروز به رابطه دو سویه خبرنگاران به عنوان معلفه ها و ارکان اصلی آزادی بیان و نقد در جوامع اشاره کردند و همینطور در سوی دیگر به مدل برخورد حکومتگران با این سکانداران عرصه آزادی به تحلیل و کیفیت نوع فعالیت اطلاع رسانی در ایران و همینطور مطالعه مکتوب در ایران پرداخته بودند امنیت در آزادی عنوان یادداشت ابتکار بود که مهران کرمی منتشر کرد نویسنده ابتکار در سطور آغازین این نوشتار با اشاره به این نکته که گرایش طبیعی شهروندان ترجیح آزادی بر امنیت است و حکومت ها نیز گرایش به این دارند که به خاطر تأمین امنیت همگانی آزادی شهروندان را محدود کنند معتقد بود که با این حال در عمل این متر و معیار حاکمیت است که مرز و محدوده ی هر یک از این درو مشخص میکنند به همین خاطر به زعم وی معمولا دولت و حاکمیت گرایش به تأمین امنیت ضروری ولو با محدود کردن آزادی ها رو دارند نویسنده در ادامه نوشتار اشاره کرد که کار رسانه و روزنامه‌نگار همانا نور تاباندن بر این محیط های تاریک است ستونویس ابتکار در پایان با اشاره به وضعیت موجود فرهنگ مطالعه در ایران که بسیار هم نامطلوب است اظهار گرایگی کرد و نوشته بود که ایرانی ها علاوه بر آنکه کتاب کم میخوانند دیگر چندان میلی به روزنامه و مجله هم ندارند گواه این حقیقت کاهش پنجاه درصدی شمارگان روزنامه است که روزی روزگاری نچندان دور بدون هیچ وابستگی یا تخریب جناهی تیتر و گزارش و مسایبه هایشان نقل محافل بود و جریان ساز و تأثیر گذار مطالب بسیار زیاد هست در در روزم امروز و بعضا حیف میآید که به بخش از آن اشاره نکنم از جمله نکاتی که در خصوص مرگ و اعدام شهرام امیری به طور خاص در شهر شبکه ها و رسان های دیجیتال بیش از پیش مطرح شده بود نقش خانم هیلاری کلینتون و افشای ایمیل های تازه اش بود روزنامه مردم سالاری موضوع اصلی رو البته بدون اشاره به شهرام امیری به این موضوع اختصاص داد تیغ افشاگری ویکیلیکس زیر گلوی هیلاری کلینتون عنوان گزارشی بود که به طور تلویحی اشاره داشت پس از افشای ایمیل های هیلاری کلینتون شهرام امیری موضوعش لو میره و برای جمهوری اسلامی نیز اثبات شد که ایشان روبوده نشد و با پای خود راهی آمریکا شد حدس ها و گمانه هایی که از همه سو نسبت به این جریان فعلا جاری است و به عرصه هنر نیز نگاهی حد اقلی می که روزنامه سایه با انتشار تصویری از شهرام ناظری و رنج این روزهای اهالی هنر از سوی طبقه فقها که در استان خراسان به طور کلی کنسرت ها را تعطیل کردند گفت که ما هنرمندان به غیر از شما مردم هیچ کسی را نداریم سخنی بسیار دردآور و جانکاه از رنج و قربت فضاینده ستارگان کوی هنر میهن که در واقع اسیران در بند فقه های تندخو و شرعان پشمین پوش شهر شدن و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز به پایان رسید بیننده آن سوی خبر باشید که بلا فاصله پس از صفحه یک پخش خواهد شد تا آنگاه شانگاه خوش بدرود